سلام، در برنامه زیربنا هستید. برنامه زیربنا امروز به موضوع صنعت، صنعتکار و صنعتی شدن در کشور خواهد پرداخت. اگرچه برنامه های دیگری هم در این مورد داشتیم، اما امروز نیز فرصت این آمد تا از 1200 فابریکه که تازه به فعالیت شروع می کند پرسپال کنیم. از آقای محسن امیری، رئیس پارک صنعتی صنایع سبز دعوت کرده این به استدوی زیربنا تشریف بیاورند. ویدا ساغری هستم، تا نیم ساعت دیگر در برنامه با من خواهید بود. آقای امیری، به برنامه خوش آمدین. تشکر. آقای امیری، امروز تعداد از فابریکه ها در شرک صنعتی فکر میکنم افتتاح شد یا رویش گزارش های رسانه ها رفتن. چه تعداد است این فابریکه ها؟ چه همتی در آنها بعدا تولید خواهد شد؟ در چه مساحت شروع به کار میکنند؟ از کجا حمایت شدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همکاران شما، شرکت صنایع سبز در شروع امسال منظوری خود از کمیسیون عالی سرمایه گذاری و کمیته اقتصادی شورای وزیران حاصل کرد و پارک صنعتی را در شمال شهرک پیروزی کابل جدید که در اینجا در حدود 1200 فابریکه دیزاین شده است، فاز اولش کار زیربناش تکمیل شده و یک تعداد فابریکا عملا کار ساختساز خود در اونجا آغاز کردن. قابل یادآوری است که چون مسئله نبودن زمین برای بخش صنایع یک مشکل بسیار عمده برای صنعتکارا در کابل بودن، با تاسیس ای پارک صنعتی انشاءالله دیگه کدام مشکل برای صنعتکارای ما در بخش زمین در کابل نخواهد داشتن و این زمین با استانداردهای جهانی که تمام نقشه و دیزاین از طرف وزارت محترم شهرسازی تکمیل شده که ما مطابق همون نقشه ها و دیزاین فعلا کار میکنیم، این ساخته میشه که یک شهر صنعتی مدرن با استاندارد و پاک ساخته خواهد شد. چقدر روی سطح بیکاری تاثیر مثبت خواهد داشت و چه کسهایی را با چه ظرفیت هایی در این فابریکه جذب خواهید کرد؟ ببینید، وقتی که در اینجا البته در بخش های مختلف صنعت جابجا میشه و اون صنایعی که صنایع متوسط و صنایع کوچک، در این جونه برای 1200 فابریکه که انشاءالله تا 5 سال آینده اینا آماده فعالیت یکی پشت دیگه خواهد کردن، طور اوسط برای 100,000 نفر زمین کار فراهم میشه. شما ببینید در هر قدری که ما شغلزایی و زمین کار فراهم بکنیم برای هموطنان ما، با اون حد اندازه سطح فقر، بیکاری و سطح ده ها کارهای غیر مشروع و غیر قانونی جلوگیری میشه که ما امیدوار هستیم با فعال شدن بخش های مختلفی پارک صنعتی، به غیر از اینکه زمینه کار برای هموطنان مهیا میشه، زمینه رشد صنعت در افغانستان، زمینه رقابت در تولید در افغانستان و بیلانس تجارت، بیلانس واردات و صادرات تا اندازه ما میتونیم توسط تولید این موازنه را متوازی بسازیم. دولت تازه در کشور چقدر از صنایع و همچنان از پارک های صنعتی چقدر حمایت میکنه؟ و گرچه در گفتگوی اخیرشون گفتن که بعضی از امکانات عمده را برشان امکانات عمده عالیه را فراهم میکنه، چقدر برای این شرک صنعتی که 1200 فابریکه داره چقدر حمایت دولت وجود داره؟ ما امیدوار هستیم چند که دو نشستی که با شخص جناب رئیس جمهور افغانستان ما داشتیم، ما امیدوار هستیم که حکومت جدید با طرح و برنامه هایی که شما شاهد هستین در جریان کمپاین برای مردم افغانستان، برای صنعتکارا وعده داده بودن، اینا را دوباره جناب رئیس جمهور صحبت کردن و این قول وادی همکاری را به خاطر رشد صنایع در افغانستان بر ما دادن که حتی ما از صحبت های بسیار دلچسب و صحبت های بسیار خوب رئیس جمهور آمادگی ما یا امیدواری ما زیادتر شد به خاطر بیشتر سرمایه گذاری در صنعت، زیادتر رشد صنعت در افغانستان، این ما امیدوار زیاد شدیم. بسیار خوب، یک وقفه داریم، دوباره در برنامه برم. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع شرک های صنعتی و کار روی 1200 فابریکه که بعد از چند سال به فعالیت در افغانستان شروع خواهند کرد، در مورد از آقای محسن امیری، رئیس پارک صنعتی صنایع سبز دعوت کردیم به استودیوی زیربنا تشریف
بیاورند و به موضوع بپردازند. آقای امیری، داشتیم روی این سوال میکردیم که چقدر باعث میشه که تاثیر مثبت روی سطح بیکاری بیاندازه؟ ببینین، یگانه جایی که جای کار برای مردم آماده میشه صنعت است. متاسفانه ما در برنامه قبلی هم عرض کردم خدمت بینندگان محترم که دولت در طول 12 سال اخیر نتونست او چیزی که برای صنایع با اعتماد میشه صنایع نمایه بکنه. شما ببینید، ما اگر در یک کارخانه که 100 نفر کارگر در اونجا زمینی کار برش فعال میشوه، اگر 1000 کارخانه تا 5 سال آینده به خیر فعال شوه و شما برای 100000 هموطن ما زمینی کار اونجا آماده میبینین. به طور مثال شما ببینید در امید گوشه و کنار شهر و در امید خیابان و در زیرهای پل اکثریت مردم های هستند که نو از بیکاری باید اعمال ناشایسته دست دادن. سطح استفاده از مواد مخدر بالا رفت، سطح مثلا بیکاری بالا رفت، سطح مثلا که عظیمی بیکاری مخالفین دولت هم استفاده کردن، زیاد نیروها را جذب کردن. ما یگانه جایی را که زمینه جذب نیروی کار فراهم میکنن صنایع افغانستان است. صنایع افغانستان با حمایه جدی و حمایه جدی دولت در اونجا نیاز است و همچنان تشویق خود مردم افغانستان. ما یک چیز قبلا هم از طریق تلویزیون شما عرض کردم به هموطنان عزیز خود که با در صنایع هر قدر که زحمت بکشیم، هر قدر که زمین شغل و کار فراهم بکنیم بر هموطنان ما، تا هموطنان ما تولیدات داخلی خود به دیدی قدر نبینن و تولیدات داخلی خود مقدمتر از تولیدات خارجی نبینن، باز این زحمت هایی که ما میکشیم هیچ است. امروز معذرت میخوایم در افغانستان برای خود مردم ما تولیدات داخلی افغانستان به بیواری بیباوری تبدیل شده. وقتی که ما میگه جنس افغانستانی است یا جنس ساخت افغانستان است، او یک قسم مکس میکنه، میگه در افغانستان تولید میشه. ما دو سال پیش در نمایشگاهی که در خیمه لوجرگه شما و بعضی بینندگان محترم ما شاهد بودن که 150 کمپانی افغانستان در اونجا تولیدات خود آوردن به نمایش ماندن که در اون وقت جناب رئیس جمهور اسبق افغانستان از این نمایشگاه دیدن کرد، حتی برای رئیس جمهور خود افغانستان باوریش نمیمد که در افغانستان تولید شود. امروز ببینید ما در بخش دواسازی بهترین شربت و تابلت ها را تولید میکنیم که فوق العاده با کشورهای خارجی رقابت میکنه. وقتی که در مارکت ما میره بازم میگن ساخت افغانستان است، افغانستان هم دوا تولید میتونه. چی است؟ چرا ما یه زمان شرکت اوخس داشتیم، شرکت اوخس در سطح جهانی دوا تولید میکرد و حتی به بیرون هم دوا صادر میشد از افغانستان به عنوان دوای بسیار با کیفیت و عالی. حالا چرا این بحث پیش آمده که امتیعی که در افغانستان تولید میشه قابل اعتبار حتی به داخل کشور نیست؟ دلیلی که بیباوری به اندازه است که تراکم اموال خارجی و تراکم جنسهای خارجی به حد است، کشورهای همسایه ما با مو حد اعظمی خود مارکت داخلی تولیدات افغانستان تحت فشار خود قرار داده که یک بیباوری برای مصرف کننده خود داخلی افغانستان است. شما ببینید، ما به طور مثال برای شما میزنیم در بخش لبنیات مال خود که فاستیم، اما امیال ببینید در مارکت ما لبنیات کشورهای همسایه ما وجود داره، موجود است، به فروش میرسه و هیچ گونه کدام جلوگیری به خاطر واردات از این هم وجود نداره. حتی تکس و محصول و مالیاتی که باید برای افزوده میشه بسیار ناچیز است، حتی بدون محصول هم از برادر وارد افغانستان میشه. در حتی که ما امروز خود ما شما ببینید، حتی در خانه ها خانم های خانه افغانستان ببینید ماس با کیفیت در خانه خودش تولید میکنه، ولی امروز ما به ما حد رسیدیم که یک ماس دوغ ما از خارج میه. اینا ما بیباوری، چرا میگم بیباوری؟ به خاطر کمی دروازه های باز افغانستان، اقتصاد بازار که ما امروز متاسفانه در قانون اساسی افغانستان را قبول کردیم، یک زهر بود که بر سرای افغانستان و مردم افغانستان را بیباور ساخت بر تولیدات داخلی افغانستان. شما ببینید، ما تایید میکنم که شما را کمپانی اوخس در وقت زمانش که تولید به شروع کرد، یا مثلا به طور مثال ما جاکت بر شما میگیم، جراب میگیم، ما خودم شاهد هستم که جاکت جراب در افغانستان تولید میشد. باور بکنید به کشورای همسایه ما میبردن مردم امرای خود 10 تا و 15 تا و 20 تا، به خاطر که اینجا پشمی خوب بود، کیفیت خوب بود، بافت خوب داشت، ما صادر داشتیم. اما امروز شما ببینید که تمام چیز ما وارداتی شده و ما به کشور مصرفی تبدیل شدیم. دلیل عمدهش حمایت دولت بوده که دولت حمایت نکرده، اقتصاد بازار بوده که یک زهری بود که ما خوردیم. دوم دیگه، مردم هم به تولیدات داخلی خود باور نکردن چون حمایت نبود، دروازه باز کشور وجود داشت. چیکار باید کرد که خب مردم به سمت مصرف از صنایع داخلی بروند؟ ببینین، اولا خب ما تشکر میکنم از برنامه در مجموعه تلویزیون آریانا و از برنامه زیر بنا کمیشه موضوعات اقتصادی کشور اینا مطرح میکنن. در قدم اول اطلاع رسانی برای مردم، آگاهی برای مردم بسیار مهم است که ایره ما نشرات افغانستان در مجموع همونطور که در بسیاری مسائل بسیار پیش قدم است، در بخش تبلیغات یا به خاطر حمایت از صنایع افغانستان اینا برنامه خود زیادتر و خوبتر بکنن. موضوع دیگه حمایت دولت است. امروز ببینید وقتی در افغانستان ما امروز مشروبات غیر الکلی
از جوس باب، نوشابه باب مثلا و اینا رو ما تولید میکنیم، حتی ما صادر میکنیم. آیا ضرور است که بازم از خارج وارد شود؟ این دو وظیفه دولت است، ببرن تکس شب بالا ببرن. امروز وقتی ما ببخشید یک کانتینر جنس ما صادر میکنیم به کشورهای آسیا مرکزی، قیمت یک کانتینر جنس از $15,000 $15,000 دیگه روی زمین محصول میکشن به خاطر خودشان تولیدات دارن. ما در افغانستان مثلا شما ببینید که یک کانتینر وقتی که مواد غذایی خصوص نوشابهات ما در افغانستان خودکفاست ما صادر میکنیم، امیال مثلا از کشورهای خارج میان و همین مارکت است رو قبول میکنه و همون دولت از دروازه باز دولت که با یک تکس بسیار کم از اون میگیرن و این میاد مارکت ما را زیر فشار قرار داده و اورا کمپانی ها چی میکنن. ببینید همون کمپانی های کشورهای همسایه ما امروز به خاطر صادرات کمپانی های خود برای کمپانی خود جایزه صادراتی میتن، برای کمپانی خود مثلا امکانات قرضه بانکی رو با شرایط سر برشان میده، فقط میگه صادرات بکن، حمایتشان میکنه دولت. از ما حمایت را نمیخوایم که ما حمایت بکنه که مثلا دیگه کمپانی خارجی کشورهای همسایه ما که ما را از تکس معاف کنن مثلا در کارهای بانکی دست باره بگیرن، او که امکاناتش نداره دولت. ولی امیر داره که جنس مشابه که از خارج میه که ما خود کفاسیم هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه قیمت، به خاطر از اینکه ما بتونیم تولیدات داخلی خود فرهنگ مصرفش، فرهنگ فروشش، فرهنگ تولیدش برای مردم خود ثابت بسازی میره، این دولت باید با ما همکاری بکنه جلوی محصولات جنس مشابه را بلند ببره. این دلیلش است. بسیار خوب. آیا فکر میکنین که مشکل اساسی در قسمت بلند نبودن تکسی که وارد میشه جنس مشابهی که در داخل کشور تولید میشه اینجاست، یا اینکه کیفیت امتعی که در افغانستان تولید میشه مخصوصا مواد خوراکی و غذایی که تولید میشه کیفیتش پایین هست؟ مثلا شیر، ما یک شیر به نام شیر وطن در کابل تولید میشد و حتی کیفیتشان قدر پایین بود که رسوب میکرد به قسمت پایین بوتل یا قوطی که ساخته میشد، رسوب میکرد و آبش در روی بوتل باقی میماند. و ولی مثلا شیر پگا، کاله، شیرهایی است که حداقل در مدت دراز قابل خورش هستند. ببینید ما دو بحث با شما داریم. یک بحث است که ما در اونجا تولیدات که رقابت میتونیم هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه قیمت. یک موضوع است که ما نمیتونیم ما اگر بگیم که ما کامپیوتر تولید میکنیم که در ژاپن رقابت میکنیم که در چین رقابت میکنیم، این گپ است که منطق نداره، قبول نیست. ما بگیم ما مثلا اینجا مثلا نه، ما روی امتعی ابتدایی خوراکی مثلا خوراکی. پوشاکی بس میکنیم. ما بس میکنیم. ببینید مثلا به طور مثال سازمان مواد غذایی جهان WFP یکی از بزرگترین و مهمترین سازمان خیریه مواد غذایی در دنیا است. وقتی کمپانی‌های داخلی شما بتونه در بخش مواد غذایی با استاندارد WFE تولید بکنه، آیا با استاندارد کشورهای منطقه تولید کردن نمیتونه؟ به طور مثال امروز بسکتی که WFE برای کمک برای مستحقین در افغانستان توزیع میکنه، تا 4 سال پیشتر اینا از کشورهای مثلا هند، از اتو، از آمریکا، از کشورهای دیگه بر افغانستان وارد میکنند، ولی در 4 سال عمرن کارخانه تولیدات بسکیت خود شما و همو ظرفیت و همو کوالیتی و همو کیفیت داره تولید میکنن و به اختیارشان قرار میده. ما بحث کارخانه متوسط خرد نظر ندارم، در اینجا دولت مقصر است. اگر کنترل و کیفیت از طرف دولت باشه، چرا کارخانه رو جنس به کیفیت تولید بکنه؟ باز رو ما فابریکا نمیگیم، کارخانه نمیگیم. امروز ببینید با شکل غیر قانونی، با شکل غیر استاندارد در هر کوچه و پس کوچه کابل مواد غذایی به کیفیت تولید میشه. ده ها مرتبه برنامه های تلویزیون شما بیره نشه کرده. این وظیفه ما خونه است، وظیفه دولت است که باید جلوش بگیره. وقتی ما ادعا میکنم فابریکا، فابریکا دار، صنایع، صنعت، یک بحث جداست. امروز مثلا وقتی ما میگیم که در بخش مشروبات غیر الکلی خودکفاستیم، بهترین میوه خود افغانستان دارن که امروز دنیا میوه افغانستان خشک شه، تازه شه، حتی کنستری شه و جوس شه قبول میکنم. برای خود داخل افغانستان وقتی ما میگیم آب میوه است، در نظرش میگه والا خونمون نمیفهم سیب در خانه ببریم خود ما از ماشین تیر کنیم آب میوه است. در تو کوت نیست، آب میوه بسیار پروسی طولانی و بسیار پروسی کارانه دارن. این مردم افغانستان باید باور بکنه و کیفیتش مربوط به دولت است. دولت باید کنترل کیفیت در نظر بگیره. در پارک های صنعتی مخصوصا در 1200 فابریکه که بعداً نمیدونم چند سال دیگر طول خواهد کشید که این فابریکه ها فعال شوند و مردم در اونجا کار بکنن، بالاخره ما تولیداتش ببینیم در بازار شاید باشیم، فکر میکنم 3 سال دیگر طول خواهد کشید. خوشبختانه که این پارک صنعتی به 7 فاز تقسیمات شده. فاز اولش در حدود 70% کار زیربناییش تکمیل شده و امیال عملا باز کارخانان شروع کردن بر ساخت ساز کارهای کارخانه خود. ما امیدوار هستم که در همین سال آینده که پیش روی داریم شما عملا تولید در این ساحه خواهد دیدین.
شروع شد. اما برای نهایی پلانی که در اونجا وجود داره برای 5 سال آینده این پارک فاز به فاز. حالا ما یک دامه متر پروگرام را سنجیدیم که کل ساحه را آماده بکنیم برای توزیع نمرات یا کل ساحه را آماده بکنیم برای تولید باز افتتاح بکنیم. نه ما هر فاز فاز که هر فاز ما در حدود 280 تا 300 فابریک است فاز به فاز ما پیش میریم و فاز به فاز فابریکات فعال میسازیم فاز به فاز هم انکشاف داده میریم. چقدر امیدوار هستین که افراد متخصص در این فابریکا ها بعدن بیاین علاقمند شوند و کار کنند؟ چون طوری که معلوم است اکثرا مردم همین که متخصص میشن و چند سال را درس میخوانند در بیرون یا داخل از افغانستان تلاش میکنند در این جو ها مؤسسات خارجی سازمان های ملل متحد و پست های بزرگ دولتی کار بکنند تا اینکه برند در تولید سهم بگیرند. مثلا جوان هایی که دکترا دارند در قسمت تولید و تولید مواد غذایی فکر میکنین بیاین کار بکنند در فابریکا ها؟ ببینین یک موضوع هم جهت اطلاع خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا ما برسانیم که امروز در داخل خود پارک صنعتی ما برای مکتب کارگری یا مکتب که در اونجا کارگرها تربیت شود در اونجا که البته کادرهای متخصصی که ما در از پانتون ها و از مثلا از داخل و خارج اونا به حد دکتری و ماستری خود میارن اینا ما برای خود کارگرها مراکز را در داخل پارک صنعتی در نظر گرفتیم که در اینجا اینا تربیت شود و در اینجا برای اینا آماده به کار شوند. موضوع دیگه که ما در بخش صنایع کمبود داریم امیارم کمبود ما در چی است؟ کمبود ما امیارم با کادرهای متخصص است. شما ببینید که تا حالا که با چندین مرتبه با وزارت محترم کار امور اجتماعی ما داخل مذاکره بودیم با اونا ما موضوعات مشکلات مطرح کردیم که برای ما کارگر تخصصی تربیت کنند که متاسفانه در بخش صنایع و در بخش صنایع کل صنایع ما حتی کدام انستیتوت به نام انکشاف صنایع نداریم. 13 سال آیا پیشنهاد شده از جانب تجاران محترم یا کسایی که سرمایه گذاری میکنن در قسمت تولید و رفتن کشور به سمت تولیدی شدن و خودکفای شدن، حالا آیا روی این مسئله که خیلی مهم هست روی کار کردن روی افراد متخصص و یا بالاخره تربیه و اینکه ما از دانشگاه ها یا از مکاتب یا از انستیتوت ها کسایی را داشته باشیم که در تولید سهم بگیرن به شکل تخصصیش؟ مثلا ما و قبل شما هیچ دانشگاه یا انستیتوت برای فن تغذیه نداریم یا ایجاد مواد غذایی، تولید مواد غذایی؟ بله، ما البته یک چیزی است که ما خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه جنگای اخیری که در افغانستان دامنگیر مردم افغانستان بود ما هم کادرهای تخصصی خود از دست دادیم هم کارگرهای فنی خود از دست دادیم. شما اگر 10 سال به پیشتر مطالعه بکنید صنعت افغانستان فابریکات که نو شروع کردن در افغانستان کار 50% کارگرای زیر خارجی بود، 50% کارگرای عادیشون خارجی بود غیر از متخصص، ولی الحمدلله امروز شما 5% کارگر خارجی رو در فابریکات نمیبینید. به غیر در بعضی فابریکات کارگرای متخصص یا کارمندای بسیار متخصص یا انجینرای بسیار متخصص که ما در فابریکای که دو تا اورم برای یک مدت کوتاه را داریم. الحمدلله که افغان ها خودش یک ذهن بسیار خوب داره که این به شکل سنتی براتون بگم نه به شکل علمی. امروز کارخانه را پیش میبرن کار میکنن با سیستم دیجیتال شده، سیستم بسیار پیشرفته شده، ولی بازم کارگرای خود افغانیتان همو ترنینگ شده، همو درسی که برشان داده شده، همو تربیت شدن، اینا آماده شدن برای کار، ولی این کافی نبوده. ما چندین مرتبه با وزارت محترم تجارت، با وزارت محترم کار امور اجتماعی طرح خود رسما برشان روان کردیم که ما در این بخش ها کادر ضرورت داریم برای ما تربیت کنین، ما در این بخش ها ضرورت داریم متخصص برای ما تربیت کنین، ما در این بخش ها مثلا ضرورت داریم چون سیستم هم از سیستم های دیجیتال و سیستم هایی است که سیستم های جدید است، ما ضرورت داریم به این بخش ها. این ما با وزارت محترم کار امور اجتماعی چندین مرتبه در جریان ماندیم. طرحهایی است که البته وقتی ما گفتم 2 سال پیش رئیس جمهور ازبک افغانستان اومدن بازدید کردن از صنایع افغانستان، ما یک طرح 11 صفحه‌ای برایشان تقدیم کردیم دادیم رسما که ما افغانستان در بخش صنایع این چیزا می‌خوایم از دولت، اون چیزی که در توانش است، اون چیزی که در امکاناتش است. با پیشتر عرض کردیم ما هیچ وقت نمی‌خوایم بیا برای ما یارانه‌های بانکی بده، بیا برای ما مثلا جایزه تشویق صادراتی بده. ما هم یک در توان حکومت از ما می‌گیم جلوی واردات جنسایی که مشابه در افغانستان از جلوش بگیرین. حتی ما مزرعه می‌خوایم برای شما، از تلویزیون شما اعلان می‌کنیم شما برین در پل خشتی در مندهی کابل که جنسای بی تاریخ تیر شده بی کیفیت از این کشورهای همسایه سر کراچی و در بازارها به فروش میرسه و حتی کسی نیست که مرا از بازار جلوگیری کنه و جمع آوری بکنه. آیا وظیفه دولت است؟ ما طرح خود عالم یک طرح است که صنایع افغانستان آماده کرده روش کار میکنه، یک تیم تخصصی که ان شاء الله برای حکومت آینده رسما تقدیم خواهد کرد.
ممنون آقای محسن امیری رئیس پارک صنعتی صنایع سبز که تشریف آوردین به استودیوی زیربنا. امیدوار هستیم که روز فرا برسد تا ما افراد متخصص در ساحات مختلف تولید برای رفتن افغانستان به سمت تولیدی شدن و خودکفایی شدن از نگاه اقتصادی داشته باشیم. برنامه امروز به همین جا به اختتام میبریم. تا برنامه بعدی همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند میسپاریم. بدرود. از مشکلات انتخاباتی تا عقب ماندن کارهای اقتصادی، کار ساخت و ساز بیش از 1200 فابریکه صنعتی پس از 6 ماه تأخیر دوباره آغاز گردید. این پارک صنعتی در مساحت 661 جریب زمین در پروژه کابل جدید در منطقه دیسبز کابل اعمار می گردد. با ایجاد پارک های صنعتی میزان صادرات و واردات مساوی و اقتصاد افغانستان رشد نموده و به خودکفایی نزدیک می شود. اگر میخواین که ما جای کار ایجاد بیشتر بکنیم، اگر میخواین که موازنه بیلانس واردات صادرات ما با هم مساوی شود، اگر ما میخواییم که کشور تولیدی باشیم باید صنعت مایه شود. اتاق تجارت و صنایع میگویند با ایجاد فابریکه های صنعتی در کابل زمینه اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان فراهم خواهد گردید. ما در ساحات زیادی توانایی از ایران داریم که نه تنهایی که تولید ما تقاضای داخلی افغانستان مرفوع خواهد ساخت، بلکه ما صادرات هم خواهیم داشت. گفته می شود فابریکه های پلاستیک سازی، مواد غذایی، دواسازی، صنعت چاپی، موبل فرنیچر، رنگ سازی، فلزکاری در پارک صنعتی در منطقه دیسبز کابل ایجاد می گردد. در همین حال آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز ایجاد چنین پارک ها را برای رشد سرمایه گذاری در کشور مهم می داند. کوشش اداره آیسا همی است که ما هر چی زودتر همی پالیسی اقتصادی را تصویب کنیم. با آنکه حکومت هم واره از تلاش ها به هدف رشد سرمایه گذاری در کشور خبر داده است، اما برخی از بازرگانان بدین باور هستند که در جریان سالهای گذشته حکومت سهولت های لازم را برای تجار و سرمایه گذاران افغان در کشور مساعد نساخته است. اینجا دیسبز یا کابل جدید است. گفته می شود که بیش از 1200 فابریکه صنعتی در بخش های مختلف در همین منطقه ساخته خواهد شد. به گفته مسئولان این فابریکه ها، با ساخت این فابریکه ها بیشتر از 100,000 تن صاحب کار خواهند شد. نعمت الله احمدی، آریانا نیوز، کابل.